سلام به همه زبان آموزان عزیز. امروز میخوایم یه مدل جمله سازی زبان انگلیسی یاد بگیریم که در عین حال که خیلی ساده است، خیلی هم کاربردیه. پس لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشین. امروز میخوایم یاد بگیریم به انگلیسی بگیم یه چیزی وجود دارد. اگر که جمله ما مفرد باشه، اون چیزی که میخوایم راجبش صحبت کنیم یک دونه باشه، خب از ساختار there is استفاده میکنیم. یعنی اگر اسم ما، اسمی که میخواییم بگیم وجود داره، مثلا اسم میتونه میز باشه، میتونه صندلی باشه، میتونه کیف باشه، میتونه لباس باشه، هرچی، اون چیزی که میخواییم راجبش صحبت کنیم، خب مفرد باشه یا غیر قابل شمارش باشه. غیر قابل شمارش چیه؟ مثلا اسامی که نمیتونیم بشماریمشون، مثلا مثل آب. آب قابل شمارش نیست. یه سری چیزا هستن که قابل شمارش نیستن. اگر مفرد باشه یا غیر قابل شمارش باشه، از there is استفاده میکنیم. There is. الان مثال میزنم که براتون جا بیفته. در کل این فرمول جمله هایی که با there is ساخته میشه. نگاه کنین، در ابتدا از there استفاده میکنیم، بعد فعلمون که is هست رو میاریم. is فعلمونه، یعنی هست. there is یعنی وجود داره، هست. بعدش میایم از a یا an استفاده میکنیم که جفتشون آرتیکل هم به معنای یک هستن. من تو جلسه قبل بهتون آرتیکل ها رو یاد دادم و یه خلاصه‌اش رو بهتون الان میگم. آرتیکل ها که ا و ان هستن به معنای یک هستن جفتشون. اگر کلمه ما، یعنی اگر اسم بعدمون، اسمی که بعدش میخواییم بیاریم، با حرف صدادار شروع بشه، از آرتیکل ان استفاده میشه. مثلا an umbrella، یک چتر. اگر که بی صدا باشه، از آرتیکل ا استفاده میشه. مثلا a bag، یک کیف. و بعدش هم noun یا اسم میاریم. noun به انگلیسی میشه اسم. پس چه شد؟ there به علاوه is به علاوه a یا an که بستگی به اسم بعدیمون داره، به علاوه noun که یعنی اسم. مثال بزنیم. برای مثال there is a book on the table. میگه که یک کتاب روی میزه. there is یعنی وجود داره، هست. a یک، book کتاب. on the table روی میز. there is a book یعنی یک کتاب وجود داره، یک کتاب هست. there is a book on the table روی میز. there is a book on the table. there is a spider in the bath یعنی یک عنکبوت در حمام است. there is یعنی وجود دارد، a یک، a spider عنکبوت، in the bath در حمام. there is a spider in the bath یعنی یک عنکبوت در حمام وجود دارد یا در حمام هست. there is a spider in the bath. میخواییم بگیم یک میز در کلاس هست. there is one table in the classroom. there is یعنی هست، one یک، table میز، in در، the classroom کلاس. there is one table in the classroom، یک میز در کلاس است. there is a table هم میتونیم بگیم، one هم درسته، جفتش هم میشه. there is one table in the classroom. there is milk in the fridge یعنی در یخچال شیر هست، شیر وجود دارد. there is وجود دارد، milk شیر، in the fridge در یخچال. milk جز اسامی غیر قابل شمارشه، یعنی قابل شمارش نیست دیگه، مایه است، چجوری بشماریمش. پس از there is استفاده شده، ولی قبلش if یا an هم نیومده. there is milk یعنی وجود دارد شیر، in the fridge در یخچال. یه نکته ای رو اینجا تو پرانتز بهتون بگم. اگر ما بخوایم there is رو مخففش کنیم، میتونیم بگیم there's، یعنی جفتش یکیه، فرقی نمیکنه. اگر یه جا دیدید مثلا توی یه جمله ای نوشته شد یا گفته شد there's، بدونید درسته، همون مخفف there is. there is یا there's. ما در کل میتونیم برای مثلا توضیح وسایل یک مکان از there is و there are هم استفاده کنیم. مثلا میخواییم بگیم تو اتاقمون چه چیزهایی هست، تو اتاقمون چیا داریم، تو کلاسمون چیا داریم، میتونیم از این ساختار جمله استفاده کنیم.
حالا اگر اسم ما جمع یا قابل شمارش باشه، میایم از there are استفاده میکنیم. There are یعنی وجود دارند. در واقع there is برای مفرد بود، there are برای جمع. کلن are برای جمع دیگه. There is و برای جمع there are. فرمول کلیش هم این میشه. There به علاوه are به علاوه some یا many به علاوه noun که همون اسم هست. خب الان همه رو میدونیم، فقط شاید some و many یه ذره چیز باشه، جدید باشه. some به معنای مقداری هست. وقتی مثلا مقدار یه چیزی رو نمیخوایم دقیق اشاره کنیم، از some استفاده میکنیم. البته به جای some و many میتونیم مقدار دقیق هم بگیم، عدد هم بگیم. برای مثال There are three chairs in the classroom. یعنی که 3 صندلی در کلاس وجود دارد. There are یعنی وجود دارند. 3 chairs صندلی ها. میگه که there are three chairs یعنی 3 صندلی وجود دارد. In the classroom در کلاس. There are three chairs in the classroom. There are many people at the bus stop. میگه آدم های زیادی در ایستگاه اتوبوس هستند یا وجود دارند. There are وجود دارند. Many people آدم های زیادی. Many اینجا به معنی زیاده. People یعنی انسان ها. At the bus stop در ایستگاه اتوبوس. There are many people at the bus stop. آدم های زیادی در ایستگاه اتوبوس هستند. There are 5 books on the table. یعنی 5 کتاب روی میز هستند. There are یعنی وجود دارند. 5 books کتاب ها. On the table روی میز. There are 5 books on the table. 5 کتاب روی میز هستند. There are 5 books on the table. در کل ساختار جمله هایی که با there is و there are هستن خیلی راحتن. دیدین که به همین راحتی تو چند دقیقه یادشون گرفتیم. حالا لطفا شما به انگلیسی برام تو کامنت ها بنویسید که یک میز اینجا هست. یک میز اینجا وجود دارد. ببینم چقدر یاد گرفتید. بنویسید یک میز اینجا وجود دارد. اگر ویدیو براتون مفید بوده ممنون میشم که دکمه لایک رو بزنین و تو کامنت ها بهم انرژی بدین. اگر تا حالا این کار انجام ندادین لطفا کانال رو سابسکرایب کنین و زنگولش رو فعال کنین تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید براتون بیاد و ویدیوهامون رو از دست ندین. و همینطور اگر دوست داشتین میتونین شبکه‌های اجتماعی دیگه ما رو هم دنبال کنید. موفق باشید، دوستتون دارم و خدا نگهدار.